آقای بینش پژوه، به جای این همه مخارج گزاف یه معلم بگیرید که کمی خوندن به شما یاد بده. صدای شما فقط باعث توهین به خوانندگان بزرگ ایرانیه. این بخشی از صحبت‌های جنجالی مرتضی، خواننده لس‌آنجلسی و قدیمی ایرانیه که با عصبانیت شدید از شاهکار بینش پژوه انتقادهای بسیاری کرده. در این ویدیو به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه، اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. شاهکار بینش پژوه، زاده 22 آذر سال 51، شاعر، ترانه‌سرا و خواننده ایرانیه. لازمه بدونید که زمینه تحصیلی اصلی شاهکار رشته جغرافیای اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد و برنامه‌ریزی شهری بود که ادامه تحصیل اون در این رشته تا مقطع دکترا پیش رفت. شاهکار کتاب‌های زیادی در زمینه تحصیلی خودش نوشت تا اینکه در دهه 90 به دلیل برخی از فعالیت‌های سیاسی مخالفت با اون آغاز شد و تمامی کتاب‌های اون هم از سطح کتابخانه‌های کشور جمع‌آوری شدند. اون به عنوان استاد در دانشگاه‌های مختلف به تدریس در رشته برنامه‌ریزی شهری مشغول بود که متأسفانه امکان کار کردن در این منصب هم از اون سلب شد. شاهکار بینش پژوه در خرداد ماه سال 88 با اجرای آهنگ سر اومد زمستون در حمایت از میر حسین موسوی مجدداً به سرفصل اخبار اومد. ساز درامز اولین سازی بود که شاهکار بینش پژوه یاد گرفت و علاقه اون به موسیقی اون رو محدود به یادگیری همین ساز نکرد، چرا که اون در سال 73 وقتی که تنها 22 سال داشت تونسته بود یک کنسرت گیتار رو در ایران برگزار کنه. در واقع او آن زمان این کار رو با مجوز رسمی از سازمان‌های مربوطه در ایران انجام داد و این کنسرت خیلی هم سر و صدا کرد. اون ابتدا تنها علاقش رو در موسیقی منوط به آهنگسازی کرده بود و رفته رفته در سن 24 سالگی علاقش به ادبیات بیش از هر زمان دیگه‌ای رشد کرد و نهایتاً به ترانه سرایی روی آورد. بعد از ترانه سرایی تصمیم گرفت تا شانسش رو برای خوانندگی امتحان کنه و در این زمینه هم تونست فعالیت‌های دست و پا شکسته انجام بده. بنابراین میتونیم شروع فعالیت‌های موسیقایی شاهکار در ایران رو از سال 75 بدونیم. اون به دلیل ناهمواری‌هایی که در مسیر شغلیش در ایران براش پیش میومد بین ایران و سایر کشورها در حال رفت و آمد بود و در این بین هم آهنگ‌ها و فعالیت‌های موسیقی زیادی داشت. اما نهایتاً عکس‌هایی که از اون با ابراهیم حامدی یا همون ابی خودمون و آرش منتشر شد کم کم زمینه رو برای ممنوع فعالیت شدن اون در ایران فراهم کرد. همچنین گفته‌ها حاکی از اینه که اون یه قرارداد دال بر انتشار یه آلبوم موسیقی در فرانسه رو امضا کرد که همین موضوع مهر تاییدی شد بر نامه ممنوع کاری شاهکار بینش پژوه و مهاجرت همیشگیش. اون خواننده‌ایه که همین چند سال قبل بعد از کلی سر و صدا از ایران کوچ کرد تا شاید یکی بشه عامه پسندتر از شادمهر، اما حالا روزگارش خوب نیست و متهم شده به فالشخوانی‌های پی در پی و وحشتناک، اتفاقی که باعث عصبانیت جامعه موسیقیایی شده. شاهکار بینش پژوه که با انتشار آلبوم اسکناس در سال 83 و چند مجموعه شعر در ایران به شهرت رسید و خودش رو به عنوان پایه‌گذار اولین ارکستر موسیقی تلفیقی ایران معرفی می‌کنه، این روزها انتقادهای بسیاری به سمتش روانه میشه. اون که سرمایه بسیار زیاد همسرش پشتوانه مالی بزرگی براش محسوب میشه، با بهترین تیم‌ها و ارکسترها فعالیت می‌کنه و در بهترین سالن‌ها کنسرت برگزار می‌کنه، اما متاسفانه آنچنان ترانه‌های بسیار جذاب و خاطره انگیز بزرگانی مثل هایدر و
در کنسرت‌هاش فالش می‌خونه که عملاً صدای همه رو درآورده. در این میان مرتضی برجسته، خواننده لس‌آنجلسی و قدیمی ایرانی، طی یه پست انتقادی با انتشار آخرین کنسرت شاهکار بینش پژوه نوشته: آقای بینش پژوه، به جای این همه مخارج گزاف، یه معلم بگیرید که کمی خوندن به شما یاد بده. شما هنوز برادریت رو ثابت نکرده، ادعای ارث میکنی. یه دونه نوت سالم در سرتاسر کنسرت نخوندی و با وقاحت به خوانندگانی که سالها در این راه زحمت کشیدن توهین میکنی. یه خواننده وقتی میکروفون دست میگیره و میره روی صحنه، تازه معلوم میشه که چند مرده حلاجه. در موقع روشن کردن کیک هم که بی‌ادبانه به زن ایرانی توهین کردی. واقعا که شاهکاری. همان گونه که گفته شد، شاهکار در سال 92 ایران رو ترک کرد و در سالهای ابتدایی مهاجرتش کشورهای همسایه ایران رو برای زندگی انتخاب کرد. البته خیلی از آثاری که اون در قامت ترانه سرا ساخته بود هنوز هم در تلویزیون ایران پخش میشه، مثل ترانه هایی که برای علیرضا عصار سروده، آهنگ عشق الهی و ای عاشقانه که برای ورزشکاران قهرمان ما پخش میشه. اون در نهایت یه رابطه موفق با بیتا درباری داشت و به ازدواج ختم شد. لازم به ذکره که این دو قبل از اینکه با هم دیگه ازدواج کنن، رابطه های موفقی رو تجربه نکرده بودن. بیتا درباری یه خیر ایرانی آمریکاییه. اون رو بنیانگذار مرکز برابری پارس میشناسن و فعالیت‌های انسان دوستانه زیادی از اون در آمریکا ثبت شده. چندی پیش این خبر منتشر شد که یه بانوی نیکوکار ایرانی در راستای توسعه دوره‌های زبان و ادبیات فارسی 1.5 میلیون دلار به یه دانشگاه مطرح آمریکایی کمک کرده. بعداً مشخص شد اون بیتا دریاباری بوده. بیتا دریاباری در سال 1991 با امید کردستانی، بیزنسمن صنعت فناوری، ازدواج کرد. اما کردستانی بعد از 10 سال عاشق همکارش جیزل هیسکاک شد و در سال 2008 با اون به لندن نقل مکان کرد. در همون دوران دریاباری و کردستانی طلاق گرفتن. نتیجتاً دریاباری بخش بزرگی از سهام‌های کردستانی در گوگل رو به دست آورد و بخش عمده ثروتش از این طریق به دست اومد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگه می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.